نکته بسیار مهم اینه که چه کسی آیت رو ترور کرد؟ معلومش که من نمیدونم کی کشتتش. طرح ترور در دفتر آقای بنی‌صدر تهیه شد. من یه حرفو قبول ندارم. من بخش آقای موسوی رو تو بخش ترور نمیابم. تا یه حدی باید بگیم بنی‌صدر انتقام گرفت. به نظر من فراماسون ها یکی از مهمترین عوامل بودن. اسراری از همین آقای موسوی میرحسین موسوی داشت. من یقین دارم که این یک ترور برنامه ریزی شده و یک ترور سیاسی و یک قتل سفارشی بود. این اسرار رو میخواست بیاره تو مجلس، ولی همون روزی که اسرار رو میخواست بیاره همون روز شهیدش کرده. مرحوم آیت هم چیزهایی میفهمید که شاید امثال بنده حداقل حال توهین به دیگران نشه. نیم فهمید. اشتیاق فراوانی به گردآوری اسناد داشت، شکی نیست، چون ایشون از زمانهای قدیم اسناد رو گردآوری میکرد. پدر ما روحانی بود، در حد اجتهاد هم رسیده بود، ولی کار کشاورزی هم میکرد و تقریبا اون اواخر دیگه اصلا کار روحانیت رو کنار گذاشته بود و به کار کشاورزی پرداخته بود. مادر من فرزند حاج آقا میرسیدری آیت نجف آبادی که مجتهد معروفی بوده. مرحوم آیت با هم رفته از خانواده فقیر بودن، ولی از اول حالا چه مسئله بود، ایشون خیلی علاقمند بود به مسائل سیاسی و با اینکه پولی هم نداشت، گاهی اوقات گریالی دو ریالی اگر پیدا میکرد، اون موقع در نجف آباد روزنامه نیمد، ایشون میمد پای اتوبوس با میساد کسون که اصفهان میمدن، پول میداد بهشون، میگفت یه قرون برای ما یه روزنامه بخیر. روزنامه رو هم که میخوند تمام ریزکاریاش در میورد، بعضی قسمتهاشو میبرید. شاید یک اتاق برگه ها و بریده های روزنامه داشت. بعدن یک صندوقی داشت که این صندوق فلزی بود و بزرگم بود. این اسنادو میذاشت و هر جا هم میرفت دنبالش میبرد. بله، یک آرشیو بسیار جالبی داشت از همه این حوادث برای خودش. به اضافه ذهن بسیار بسیار قوی داشت. تمام این افراد رو میشناخت. شما یه آدم های عادی سیاسی هم که میگفتین، میگفتین کیه، چی کار کرده؟ حافظه بسیار قوی داشت و مغزش مثل کامپیوتر کار میکرد و رجال سیاسی ایران رو خوب میشناخت. همینطور که قبلا هم اشاره کردیم، نفوذ غرب در ایران از زمان قاجاریه و به خصوص از زمان فتح‌علی شاه قاجار شروع شد. در آن موقع دو قدرت در سرنوشت ایران تأثیر داشتند، یکی روس و یکی انگلیس. این دو بر سر ایران رقابت می‌کردند و حکام ایران به اصطلاح به هر دو طرف باج می‌دادند. موقعی که مشروطیت در ایران مستقر شد، کفه انگلستان چربید. تنها گروه سیاسی که در صحنه سیاسی ایران بعد از 28 مرداد حضور داشت، یکی آیت الله کاشانی بود، یکی دکتر بقایی و حزب زحمتکشان. اصلا هیچ گروه سیاسی دیگه‌ای وجود نداشت. مرحوم آیت اصولا جزو مریدان یا طرفداران مرحوم آیت الله کاشانی بود. اکثریت غریب به اتفاق اعضای حزب زحمتکشان از پیروان آیت الله کاشانی بود. این شاگرد بقایی بود و دست پرورده این بود، هیچ شک نمی‌کرد. شهید آیت هم که وقتی وارد فعالیت‌های
سیاسی شد، حزب زحمتکشان رو انتخاب کرد. حرکاتی که انجام میداد قشنگ آدم میدید که این حرکات دقیقاً نشأت گرفته از دکتر بقایی و برای ما ملیون و مصدقیا قطعی شده بود که بقایی خیانتکاره. دکتر بقایی کرمانی اصولاً با نهضت آزادی، جبهه ملی، همه اینا مخالف بود. شهید آیت اشتیاق فراوان داشت که جریانی رو که روحانیت به وجود آورده بود، حزب زحمتکشان به این جریان به طور کامل بپیونده، ولی حزب زحمتکشان و دکتر بقایی علاقه داشتند که استقلال خودشون رو حفظ کنند. آیت از سال 42 به این طرف سفت و سخت طرفدار مبارزه مسلحانه بود، اما دکتر بقایی طرف گفت که باعث شاه رو وادار کرد که مطابق قانون اساسی فقط سلطنت بکنه نه حکومت. مرحوم آیت صریحاً اعلام کرده بود که من طرفدار جنگ مسلحانه ام و مبارزه مسلحانه هستم و با این طوری نمیشه. و بعد هم به تدریج رسید به اینجا که خب او از بقایی بیشتر چیز میفهمه دیگه، یعنی خودش رو بیشتر از آقای بقایی قبول داشت، نیازی نداشت که بیاد زیر مجموعه آقای بقایی و از زحمت کشه. و تا اونجا که من اطلاع دارم شخص دکتر بقایی خودش نامه نوشته بود و عرشه که ایشون رو از حزب اخراج اعلام کرد. به هر صورت آیت گفت نه، با رفت سراغ مبارزه مسلمان. یک کاری رو در ارتش دنبال میکرد که امید داشت در سر بزنگاه بتونه دو تا کار بکنه، یکی از درون ارتش ارتش رو فلج کنه برای اینکه کار بکنه برای شاه، و راه دومش این که طولانی به نظرش بود، نه اینکه زود باشه، که بتونه روزی از طریق کودتا مثل عبدالناصر مثلا رژیم رو عوض بکنه، چون با آقای عبدالناصر خیلی علاقه مند بود. یه گروهی داشت که افرادی مثل آقای کلاهدوز، آقای سرتیپ نامجو و افراد مختلفی بودن جز به این گروه بودن که ارتش نفوذ داشتن و کمک زیادی کردن در پیروزی انقلاب. بنابراین فعالیت او در حزب زحمتکشان مثل همون فعالیت کسانی است که در انقلاب اسلامی ما با این گروه های گوناگون فعالیت کردند، ولی بعد از نهضت امام با امام همراهی کردند. واقعیتی هست ازش خوششون نمید، چون چیزایی میگفت که برای بعضیا در اون موقعیت صغیر. ایشون 100% مخالف بازرگان بود، ولی برای خیلی صغیر بود که کسی رو که مالا اول انقلاب منصوب کردن به نخست وزیری، تو مثلا جوجه کی هستی که اومده مخالفت میکنی؟ ایشون مرتب عصر به عصر تلفن میزد به فرانسه به محمد منتظری که پیش امام بود و مطالبی رو میگفت، من جمله از توصیه هایی که میکرد یکیش همین بنی صد بود، قدس‌زاده بود، یزدی بود و امثال اینا. میگفت نه، هیچ کدومشون اعتقادی به جمهوری اسلامی ندارن، بعضی اینا حتی نماز نمیخونن و اینا فقط اومدن که انقلاب رو بدزدن. من درباره همیشه یک کلمه میگفتم، میگفتم این جانورشناس عجیبی است.
حالا چون نمیدونم صلاح هست این قسمت ضبط شد یا منعکس میشه نمیدونم. من یادم است که یک روز عصر بود وقتی من رفتم منزلشون دیدم خیلی ایشون پکره. گفتم چرا؟ عبارتی جمله که به من گفت بود، گفت انقلاب اخته شد. این عبارت. گفتم چرا روزنامه اطلاعات نشون داد که آقای بازرگان شد نخست وزیر. گفت با این دیگه انقلاب دیگه از مردانگی افتاد دیگه تموم شد. اصلا مبناش استکاک با ملی‌گراها و این گروه ها بود و به شدت با اونا برخورد میکرد. مصدق رو فراماسونر میدونست، جبهه ملی رو، مهره های بدلی آمریکا میدونست، همش اون رو وابسته به آمریکا میدونست. بعد از پیروزی انقلاب، خب بالاخره این ارتش درست شد، نه اون سپاه خیلی شکل گرفت، نه کمیته بود، نه نیروهای نظامی بودن، نه نیروهای انتظامی بودن، نه دستگاه امنیتی بود، همه چی به هم ریخت. شهید آیت اینو مطرح کرد که آقا بیاین تمام این نیروها رو تبدیل به یک سپاهی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بکن. این نظریه شیخ محمد منتظری و شهید آیت، این دو نفر این نظریه مطرح کردن. ایشون در اینکه سپاه پاسداران بیاد تو قانون اساسی که بعداً ملی‌گراها قرار بود همه نهادهای انقلابی رو منحل کنن، دیگه نتونن منحل کنن. اگر بخواهیم بگیم در چه محورهایی از قانون اساسی و انقلاب نقش بیشتر از بقیه جاها داره، این سه تا، هم ولایت فقیه، هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و هم مسئله فرماندهی کل قوا که به عهده ولی فقیه عادل باشه. مهمترین تغییرات که شد پیشنهاد آقای آیت بود که اصل ولایت فقیه بود. یکی از اشکالات اساسی که این پیشنویس آقایون داره اصل ولایت فقیهه، که اصل ولایت فقیه رو ما باید در قانون اساسی مطرح کنیم. مرحوم شهید آیت میگه این اختیاراتی که شما برای رئیس جمهور گذاشتین، رئیس جمهور رو به یک دیکتاتور تبدیل میکنه. آیا واقعا ما میخوایم دیکتاتوری جدیدی رو بیاریم؟ ما شاه رو کنار زدیم، حالا یک دیکتاتوری دیگری به اسم رئیس جمهور جمهوری اسلامی بیاریم حاکم کنیم؟ خلاصه حرفهای مرحوم شهید آیت کلن جبر در مجلس برمیگردونه و مجلس متقاعد میکنه که بایستی همه پیشنویس‌های قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیره. ولایت فقیه رو آیت از چیز نگرفته بود، از دکتر بقایی نگرفته. ولایت فقیه رو اگر بخوایم بگم ریشه و اساسش کی بود؟ خود امام خمینی بود. ولایت فقیه که امام در کتاب ولایت فقیه خودش نوشته بود یک کتاب بود، اما باید این کتاب رو در چند خط خلاصه میکردیم تا اصل قانون اساسی میشد. کی میتونست یک کتاب رو بیاد در چهار جمله خلاصه کنه؟ کسی که هم فقاهت بلد باشه، هم حقوق خونده باشه و هم سیاستمدار باشه، و اون مرحوم شهید آیت بود. مرحوم آیت معتقد بود این فرمانده کل قوا باید یه آدمی باشد که نفسش کشته باشه، تزکیه کرده باشه، پیرو و هوای نفسش نباشه. لی حساب در اون موقع حداقل چنین وجودی رو در وجود مبارک حضرت امام خمینی میدید و اصرار هم داشت این موضوع که فرمانده کل قوا با ایشون باشه. یعنی میتونیم بگیم اصولی که به عنوان اصول ولایت فقیه هست، شکل قانون تحریرش رو نوشته مرحوم شهید آیت. در اختیار معناش اینه که اینا رو مستقل میدونید. بلا آقای بنی‌صدر، بلا صحبت نباشه در جلسه. تصویب شد. خبرگان قانون اساسی تازه تموم شده بود، داشتن پاکنویس میکردن، بحث بود که کی کاندید بشه برای ریاست جمهوری. خود من یکی از کسانی بودم که سفت و سخت طرفداری می‌کردم از کاندیداتوری مرحوم بهشتی. یک فضایی به وجود اومده بود در آغاز انقلاب که روحانیون کاندیدا و نامزد انتخابات نشن. در این شرایط شهید آیت نامزد کرد خودش رو و شرایط رو هم داشت برای اینکه
در واقع بتونه مورد حمایت قرار بگیره. این اولا باید از حزب جمهوری اسلامی پرسید که چرا حمایت نکرد و چرا از بنی صدر حمایت کرد. در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی خب همه اعضا هنوز به تمام مطالبی که دکتر آیت میگفت هنوز به این نتیجه نرسیده بودن. یک. دوم این که شهید آیت هیچ ملاحظه نسبت به جریان‌های مشکوک و جریان‌های وابسته یا جریان‌های ضعیف و همچنین جریان‌های از کنم که مردد نداره، خب تصورشون این بودش که خب اگه ایشون رئیس جمهور بشه خب طبعا با خیلی جریان‌ها ایشون درگیر خواهد بود، حتی با بعضی از جریانات خودی هم ایشون درگیر خواهد بود. توی حزب جریان‌هایی وجود داشت که با آیت به واقع مخالف بودن، امثال آقای میرحسین موسوی و افرادی که دوربرش بودن با آقای آیت مخالف بودن. در اون حزب دچار اختلافات شدید بود. علت اینم که جلال فارسی کنار رفت و علت این که حسن حبیبی رأی نیاورد و علتی که حسن آیت هم به عنوان ریاست جمهوری در حزب کاندیدا نشد و کاندیداتوری اون در حزب تصویب نشد، همین اختلافات، تبلیغات منفی که به نادرست علیه شهید آیت مطرح شده بود و به دلیل بستر‌سازی بسیار بسیار ماهرانه و تبلیغات زیادی که منصد کرده بود، جامعه ماهانه تهران مبارزه تهران منصد رو به عنوان کاندیدای خودش معرفی کرد و جامعه مدرس مورد علمی قم آقای حسن حبیبی رو معرفی کرده. چون حزب یک فکر نمود، فکرها متفاوت بود، بنابراین حزب نتوانست به یک کاندیدای واحدی برسه که با قدرت از او حمایت کنه. در نتیجه بنی صدر برنده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیدهم و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرائط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. برایت گفتم دکتر این آقای بنی صدر رئیس جمهور شد چیکار کنیم؟ گفت صبر کن، میریم مجلس و از مجلس حقایق روشن میکنیم. اولین کسی بود که در حقیقت نقش منفی بنی صدر رو شناسایی کرد و با شجاعت در برابر او ایستاد. گفت این آدم معلومه اصلا نه تنها مسئله اختلاف نظر با ما داره، ایشون اصلا با انقلاب مسئله داره، با اسلام مسئله داره. ولی خب متاسفانه کسی توجه نمی‌کنه. روشنگری او خیلی بعضی ها میهراسن دیگه، مطالبش بگویم مثلا او طرفدار اصل ولایت فقیه، همه اینایی که با ولایت فقیه مشکل دارن خب با او مخالف بودن. اکنون اینان مشغول تدارک توطئه وسیعی برای واژگون ساختن جمهوری اسلامی ایران هستند، ولی من از اینجا به اونها
اعلام میکنم که بوی کبابی که به مشامشون خورده است بوی کباب نیست، بلکه خر داغ میکنن. باید افشاگری میکرد، صحبت میکرد، این بحثا رو میکرد تو اون روزگار، براش انواع و اقسام توطئه ها رو میچیدن. و بنی صدر و منافقین به هم به این جنبندی رسیدن که بزرگترین یا یکی از بزرگترین مزاحمین راه اونا با آقای آیت. بنی صدر شبه که این بحث همین میثاق وحدت داشت بسته میشد بین خود آقایون و قرارشون این شد که اگر موردی پیش اومد به جای اینکه هر کس علنی بگه به خود طرف بگه، بیرون چیزی نگه. روزما میگرفتم میرفتم خونه، یه دفعه دیدم همه دارن منو به هم نشون میدن. ما هم از خبر یه چیزی نداشتیم که بله آیت میخواسته علیه بنی صدر کودتا بکنه. همون فردا صبح روزنامه ضد انقلاب اسلامی بنی صدر اصل در میومد. فردا صبح ساعت 10 صبح بود که تیتر درشتش اومد که کودتای آیت. روزهایی که قرار بود اعتبارنامه ایشون در مجلس مطرح بشه، این در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده بود. بالاخره قضیه این نوار چه بوده؟ یه شخصی به نام آقای کفایتی از سازمان مجاهدین خلق رفتن خونه آیت، برنامه ریزی کردن، مسعود رجوی و بنی صدر رو اینا، و ضبطی بهش دادن و از آیت تقاضای یه نشستی کردن. ایشون هم که خب فکر میکرده یه دانشجوه علاقمنده، میخواد حقایق رو بدونه، تقیه نمیکنه نظراتش رو راجع به بنی صدر و قضایای روز بیان میکنه. کار غیر اخلاقی و ناجوان مردانه بود که یک کسی بیاد با دیگری گفتگو بکنه ولی نیت خودش رو آشکار نکنه. و اگر میخواستن اینها یک گفتگوی شرافتمندانه بکنن، باید یه ضبط صوت میذاشتن روی میز تا او هم بفهمه که چی داره میگه و داره در حقیقت با کدام مخاطب گفتگو میکنه. حالا میخواستن چند جا رو بزنن، حزب جمهوری اسلامی را شهید بهشتی و تفرقه بندازن. بعد علیه مردم بود که مردم حرفای روشنگرانه آقای آیت رو نشنون. اومدن این نوار رو مونتاژ کردن. اینم توطئه مشترک بنی صدر و منافقین بود. به هر حال بنی صدر بوده، موسوی بوده و گروه نهضت آزادی بوده، گروه منافقین و مجاهدین و اینها بودن. یک جریان گسترده‌ای در سطح کشور متحد شدن. چنان موجی را انداختن که بنده خداش آیت شد آیت کودتاگر. کودتا چی؟ همه جا خیلی فضا سنگین شد علیهش. یک چیز رو باید اینجا اقرار کنم، در پیشگاه ملت، در پیشگاه مجلس، که بله من توطئه‌گر هستم. اما توطئه علیه کی؟ من از قبل از سقوط نظام هم توطئه می‌کردم. شبها تا نیمه شب می‌نشستیم با نظامی‌ها، با غیر نظامی‌ها و علیه شاه توطئه می‌کردیم. بله ما توطئه می‌کردیم،
و الان هم من مشت اون جبهه ملی کذایی رو بارها باز کردم. در اون نوار میگه که این آدمی است که خودخواه دیکتاتوره و موافق با جمهوری اسلامی نیست. طوری فضا علیه ساخته بودن که تو مجلس شورای اسلامی را میرفت کسی جرأت نمیکرد باش را بره. هر جا میرفت آیت کودتا چی. هر روز هر شب یک گروه میفرستم طرف حزب تو سرچشمه همین قتلگاه که علیه آیت کودتا چی شعار میدادن که آیت کودتا چی اعدام باید کردن. موقعی که میرفت من صدر مشهد خیلی مظلوم بود دیگه. حدود 20 دقیقه من خودم جو پا تلویزیون بودم. من صدر میگفت بسم الله الرحمن الرحیم چند صد هزار نفر. این آیت توده‌ای از مجلس اسلامی اخراج باید کردند. کدوم مظلومیت از این بیشتر؟ بر این اساس همون شب در جلسه شورای مرکزی مطرح شد که اینقدر آیت گفت این حرفا رو من به این صورت نزدم، اینا تحریفه. در این موقعیت آقای موسوی که به شدت با آیت مخالف بود و آیت هم شدیدتر با او مخالف بود و پیشنهاد اخراج آقای آیت رو از حزب دادن. ما هم مخالفت کردیم، مرحوم آقای بهشتی هم مخالفت کرد، گفت خب این دقیقا به نفع آقای بنی صدره که ما الان آیت رو بذاریم کنار. چون آقای آیت منکر بودن از بنی صدر بگیم نوار رو بده. بنی صدر حدود 20 خورده روز 30 روز طول داد تا بالاخره نوار رو داد. دادیم به حسن اجاره دار که از شهدای هفتم تیره و آقای جواد مالکی اونم از شهده هفتم تیره اینا قرار شد پیاده کنن بدن. آقای مالکی وقتی پیاده کرد اومد تو شورا گزارش داد، گفت این متن نواره، اینم سانسورهای بنی صدره. این موضوع که مطرح شد دوستان آقای آید مثل آقای دکتر محمود کاشانی گفتن بهترین موقعیت دیگه به دست اومد، الان بایستی آقای آیت شکایت کنه به قوه قضاییه، دادگارم علنی کنه، آقای بنی صدرم بیاد به دادگاه. بر این اساس یک بحث شد در شورا که آقای بهشتی که ما به نظرمون چون این مسئله رئیس جمهوره از امام هم یک سوال بکنیم. امام فرمودن که اگر شما یک میثاق وحدتی با او ببندید خوب است. خب بعضی ها اونا عصبانی شدن، داد بیداد کردن، چیز کردن. اینها مرحوم آیت الله شهید بهشتی فرمودن که خب حالا اصل مسئله مربوط به خود آقای آیته. خب آقای دکتر آیت شما چیکار میکنی؟ شما نظرت چی؟ به آیت وقتی که این بحث رو کرد آقای بهشتی خون سرد در اومد. حالا تو این فضای این چنینی خب ببینید من از این بیانات امام می فهمم که امام الان مصلحت نمی دونن شکایت بکنن و بنابراین من شکایت نخواهم کرد، برویم به طرف میثاق وحدت. خیلیه، نمی دونید شما با این شهید آیت چه کرده بودن. طوری فضا علیه ساخته بودن که تو مجلس شورای اسلامی را می رفت کسی جرأت نمی کرد باش را بره. هر جا می رفت آیت کودتا چی. اما این آدم در این فضای اینچنینی اونم به چهره مساید اینجور ولایت پذیرانه بیاد بگه که امام رو باید رعایت کرد، حتی مصلحت اینو با اینکه امام من نفر بودن از به اصطلاح شکایت و اینا، ولی اون رضای امامت امت، این درس بلند اینه که رضای امامت امت رو ایشون قبول کرد.
بی خودی کسی شهید نمیشه. خدا انعام شهادت رو بی خود به کسی نمیده. کسی که ولایت پذیر نباشه به این سادگی شهید نمیشه. قبل از آن که بحث اعتبارنامه های نمایندگان در مجلس مطرح بشه، بحث نمایندگان آیت مطرح شده بود. این زمینه سازی بود و جوی بود برای این که به اعتبارنامه آیت اعتراض بشه. در حقیقت به دنبال این بر اومدن که با اعتبارنامه او مخالفت کنن که بتونن موجبات اخراج او را از مجلس فراهم کنن. وقتی که برای مجلس انتخاب شد، اون گروهی که فرار کردن، سلامتیان، قزنفرپور، بنی صدر، اینها به این فکر افتادن که اعتبارنامه این تایید نشه. اونم همین جور بود. آقای سلامتیان هم جز ملی مذهبی ها بود. همینجور که ماها همه خوشبین نبودیم، اونم نسبت به آیت خوشبین نبود. و میدونست که اگر آیت در مجلس باشه، بنی صدر مشکل پیدا میکنه. بنابراین آیت رو میخواستن حذف کنن. آقای آیت موقعی هم که نطق میکرد خیلی تند، موقعی که بین طرح‌ها و لوایح میخواست حرف بزنه با بهانه و بی بهانه و با ارتباط و بی ارتباط علیه لیبرال ها و بنی صدر حرف میزن. خب معلومه نمیتونستن تحملی همچین موجودی بکنن. تمام امکاناتشون رو بسیج کردن تا بتونن اعتبارنامه او رو رد کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه رسمی است. آقای الویری صورت جلسه رو، دستور جلسه رو لطفاً قرائت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه روز پنجشنبه دوم مرداد ماه 1359، ادامه بحث درباره گزارش کمیسیون تحقیق راجع به پرونده انتخاباتی آقای حسن آیت. به نظر من اون موقع سیاست آقای هاشمی رفسنجانی ای بود که آقای آیت رأی بیاره با یک رأی ضعیف. چرا؟ چون آقای آیت از کسانی بود که برای ریاست مطرح مجلس یا نایب رئیسی مطرح بود. چندین نفر کاندیدای ریاست مجلس شد. آقای مزبازرگان بود، آقای حسن حبیبی بود و هاشمی رفسنجانی. اینا از اون اول برنامه ریزی کرده بودن که هاشمی رفسنجانی اگر رئیس مجلس میشه با رأی بالایی باشه. وای هاشمی رفسنجانی نمیخواست آیت رئیس بشه یا نایب رئیس بشه. نه تنها او، یه عوامل دیگر هم در مجلس داشت، خیلی عوامل قوی، بعضیشون زنده هستن. آقای حسن روحانی زنده است، میتونه حرف منو بشینه بعضی مسئولی دفاع کنه. آقایون دیگه زنده هستن، میتونن دفاع کنن. اینا عواملی بودن که در مجلس دنبالی بودن که برای آقای آیت یک رأی ضعیفی درست کنن. آیت با یک رأی ضعیفی اعتبار نامش تصویب بشه. محاکمه آیت در به بهانه بررسی صلاحیت ایشون یه محاکمه است که در تاریخ میمونه، چون اول مجلس یک جنگ جدی لفظی به بهانه بررسی صلاحیت سیاسی آقای دکتر آیت بین لیبرال ها و حزب الله شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. روزی که جناب آقای احمد سلامتیان به اعتبارنامه من اعتراض کرد، بسیاری در داخل مجلس خندیدند و تعجب کردند و همینطور بسیاری در خارج مجلس. من از جهت خوشحالی که داشتم خندیدم ولی تعجب نکردم. خوشحال شدم برای اینکه به مصداق تعرف الاشیاء و از داده ها من به ضدم شناخته می شدم. جنجالی ترین، پرسر صدا ترین، داغ ترین اعتبارنامه امروز اعتبارنامه آیت بود. و کسی که الان دفتر به اصطلاح هماهنگی رئیس جمهوری و مردم رو
تشکیل داده و سنجش افکار این دفتر اعلام کرده است که امام خمینی 48% طرفدار داره در بین مردم و دیگری 68%. این دفتر اعلام کرده است نخیرات آقا سکوت نه. آقای خلخالی سکوت مستند صحبت کن با سند صحبت میکنی. موقع تصویب اعتبارنامه تقاضا کرد که رأی من علنی باشه. سر صدا مجلس بلند شد، سابقه نداره، حتی بازرگان اینا، صحابی ها، خلخالی گفتن سابقه نداره، تا حالا کی این کاری کرده رأی علنی باشه؟ رأی باید مخفی باشه. رفسنجانی گفت آیین نامه داخلی مجلسه، تا حالا کسی از این حقش استفاده نکرده، ایشون میخواد استفاده کنه. رأی علنی شد و الان مشه. گفت چون مجلس تاریخی است، این جلسه تاریخی است و من میخوام خطها روشن بشه، معلوم بشه کی چه کاره است. من تقاضا میکنم که رأی نسبت به اعتبارنامه من علنی باشه. کسانی که بهش رأی منفی دادن پرونده اونا رو نگاه کن، اونا چه عاقبت به شرهایی شدن، فرار کردن، از این مملکت رفتن، بعضیا پرونده شون عرض کنم آشکار شد برای همه. خاتمی مثلا رأی مخالف داده به آیت، صدراس جوادی رأی مخالف داده، ابراهیم یزدی رأی مخالف داده، مهاجرانی رأی مخالف داده به آیت، دکتر صحابی و مهندس بازرگان و مهندس صحابی هم رأی مخالف داده. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه آراء اخذ شده، استخراج آراء رو میخونم. کل آراء اخذ شده، چون بعضی از آیون به عنوان ممتنع تشریف نیاوردن رأی بدن، از 199 نفری که اعلام کردیم 170 نفر رأی دادند. از این 170 نفر 114 نفر رأی موافق و 30 نفر رأی مخالف و 26 نفر رأی ممتنع. بنابراین اعتبارنامه آقای آیت تصویب شد و این ترتیب آیت رأی بود. اما خورده خورده خود بنی صدر کارهای خلاف قانون میکرد و ما به عنوان نماینده مجلس به رئیس جمهور تذکر میدادیم. البته در مورد بنی صدر یک پرونده نسبتا حجم بزرگی در اداره دوم ارتش بود که در واقع نشانه جاسوسی ایشون بود و شهید آیت از این پرونده اطلاع داشت، ولی متاسفانه کسی به این پرونده اطلاع نمیکرد. این حرفایی که شهید آیت در مورد بنی صدر در نیمه دوم سال 58 قبل از انتخابات میزد خیلی به صراحت، بعدا در سال 60 معلوم شد که حرفایشون درست بوده. چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش. همچون امام دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش. با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد. آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. قبل از اینکه بنی صدر به اینجا برسه اون ردش کرد،
آقای موسوی نخست وزیر اون رد کرد، همحزبی هم بودن، با مواضع تند و تیز و داغ رد میکرد. اصلا بنی صدر که سقوط کرد اون چیزی بود که مرحوم آیت تو قانون اساسی گذاشت، یعنی عدم کفایت رئیس جمهور. اینا آیت گذاشت، عقل هیچ کس نرسید. این قانون بود که اجازه داد به مجلس که بعد از اون که بنی صدر تخلفات خودش کرد، عدم کفایتش نشون داد، مجلس بیاد تصمیم بگیره و بنی صدر رو از رئیس جمهوری عزل کنه. آیت که در یه فاز بالاتر از ماها بود که فنی و حرفه‌ای و اصولی بنی صدر رو غلغم کرد. یه دام گفت آقا شما تندی، شما فلانی. گفت نه، به زودی خواهید فهمید که این کی هست. آیت از خیلی نماینده مجلس جلو بود. ما نماینده مجلس داشتیم، خیلی آدم خوب، خیلی محترم، اما تو باغ نبودن، خط و خطوط شناس نبودن. رأی به بیکفایتی بنی صدر رو باید قبول کنیم که آیت کارگردانی کرد که سرانجام مجلس پذیرفت و چنین رأی داد. نقش فعال آیت باعث شد که بنی صدر از صحنه سیاسی کشور خارج بشه و از کشور فرار کنه. من میگم ایشون مطرح کرد، ولی حداقل یکی از مطرح کنندگان ایشون بود، یکی از کسانی که در نوشتن اساسنامش دخالت داشت خود همین آیت بود. و بعد پس بنابراین خود ایشون جزو پایه‌گذاران خود حزب جمهوری اسلامی بود، جزو کسانی که شهید بهشتی و شهید باهنر و دوستان دیگه برای شورای مرکزی اولیه حزب جمهوری اسلامی دعوت کردن شهید آیت بود. اصلا تونسته بود که اونا نفوذ کنه، انقدر جذبشون بکنه. اولا خیلی خوش صحبت بود، اطلاعاتش خوب بود، تاریخ سیاسی خوب میدونست، در حالی که روحانیت اکثرشون میدونن که فعالیت سیاسی نداشتن، تاریخ سیاسی هم نمیدونستن. یا وقتی یه کسی یه تحلیل میکرد، تحلیل ها به دلشون میشست. در شورای مرکزی حزب تونست جایگاه حتی در آغاز دبیر سیاسی حزب رو بگیره. حزب جمهوری که همشون روحانیت بودن، ایشون رو گذاشتن رئیس دفتر سیاسی. رئیس دفتر سیاسی یه حزب از نظر سیاسی بعد دبیر کل نفر اوله توی حزب. اما تو دبیری سیاسی نتونست یه تشکیلات ایجاد کنه، برعکس آقای موسوی، مهندس موسوی که وقتی مسئول واحد سیاسی شد، او در حقیقت تشکیلات ایجاد کرد و توانست یک کار منظمی رو چه روزنامه جمهوری اسلامی چه سازمان داخلیشون راه بیاندازه. اما افرادی هم در حقیقت بدون بررسی کافی و صرفاً بر اساس اعتماد انتخاب شدن. از جمله افرادی که بر پایه این اعتماد انتخاب شدند، خود میرحسین موسوی بود که با معرفی آقای موسوی اردبیلی در حقیقتیشون وارد شورای مرکزی حزب شد. ولی چندی نگذشت که عملا آقای میرحسین موسوی اولا گرایش های خودش رو به مصدق آشکار کرد و این دقیقا اون حقیقتی بود که افراد حزب به ویژه مرحوم آیت شدیداً در برابرش حساسیت داشتن. افراد مختلف که سوابق مبارزاتی نداشتن، مسائل اعتقادی چیان نداشتن، معذرت میخوام، ریش گذاشته بودن، اومده بودن، عضو حزب جمهوری شده بودن. یکی از اختلاف نظرهایی که ما با حزب جمهوری اسلامی پیدا کردیم، اختلاف نظری که ما با حزب پیدا کردیم، در مورد وزارت خارجه آقای مهندس موسوی. حزب نظرش راجع به وزارت امور خارجه آقای مهندس موسوی بود، اما ما با او موافق نبودیم در وزارت خارجه. آقای مهندس موسوی طرفدار مصدق بود دیگه، او کاملا شاگرد پیمان بود، طرفدار مصدق، بنابراین با آقای آیت اختلاف نظر داشت.
ببینید روز یک شنبه هفتم تیر ماه 1360 دو تا جلسه در حزب جمهوری بود. یک جلسه قبل از نماز مغرب و عشا بود که این جلسه شورای مرکزی حزب بود. در اونجا دکتر آیت علیه آقای موسوی صحبت میکنه. حتی شب هفتم تیر توی جلسه شورای مرکزی بحث وزارت خارجه آقای موسوی مطرح شد. ایشون گفت من مخالفم، همین حرفم زد، گفت این شاگرد پیمانه و خط پیمان در نهایت به سازش با آمریکا منتهی میشه و بنابراین من در مجلس مخالفت میکنم. ایشون رو عنصر غیر صالح میدونست، عنصری که در آینده بسیار چیز دچار انحراف میشه ولی الان دچار افکار غیر صحیح و پیمانیه. شاید حدود نصف اعضای شورای مرکزی حزب نظرات شهید آیت رو نسبت به آقای موسوی قبول نداشتن. حالا اینم مسئله ایست خودش. حتی در مورد بنی صدر فکر میکرده ایشون داره افراط میکنه. در سال 60 بعد از قضایای از کنم که هفته تیر و هشت شهریور و چه و چه و چه معلوم شد که حرفای شهید آیت درست بوده. اون شب هفتم تیر سعی کرد پلاهی آیت و دیگران و همه رو دعوت بکنه. آیت هم اونجا بود و بعد از اون جلسه ایشون در جلسه بعد از نماز دیگه شرکت نمیکنه و میره. نماز جماعت به امامت شهید بهشتی در محوطه حزب برگزار میشه، نماز اقامه میشه، بعد افراد میرن به داخل سالن برای جلسه دوم. من که از در تو رای اتاق اومدم بیرون، این چهار نفر از بالای پله‌های حزب پله جلویی با وحشت زده اومدن، گفتن چیه؟ گفتم چی انفجار رخ داده. شب همه تا صبح بیدار بودن. من یک تماسی با منزل آیت گرفتم و دیدم فون ایشون جواب نمیده و بنابراین به شدت نگران بودم که ایشون هم جزو افراد شهید این رویداد باشه. نزدیک صبح تلفن ایشون جواب داد و معلوم شد که ایشون به اون اجتماع حزب جمهوری اسلامی نرفتن. دیگه قضایا گذشت و تو بعد از هفته تیر رو که آقای موسوی برای تو مجلس رأی آورد و اومد وزیر خارجه شد. با احمد کاشانی مخالفت کردن ولی رأی آورد رئیس امور وزیر امور خارجه هم شد. خب اونجا آیت گفت مبارزه با میرحسین موسوی به مراتب و مبارزه با شاه بدتره. ولی آقای آیت همچنان مدارک اسنادی رو در مورد آقای موسوی جمع‌آوری میکرد، حالا یا از روزنامه جمع‌آوری میکرد یا از صحبتاش جمع‌آوری میکرد یا از سوابقی که داشته. ایشون معتقد نبود که آقای موسوی معتقد باشد به جمهوری اسلامی، معتقد باشد به چیزا. او اعتقادش اینجوری بود، حالا بر چه مبنایی بود من نمی‌دونم. جریان سیاسی که در واقع توانست بنی صدر رو به قدرت برسونه نگران آیت بود که آیت همچنان در برابر میرحسین موسوی ایستادگی کنه. چون مدارکی هم شاید داشت، من نمی‌دونم، اطلاع ندارم. بنابراین ترور او رو در دستور قرار داده بودن،
یعنی حذف فیزیکی. ولی به هر حال آیت مثل این که یه سهمیه جدا براش در نظر گرفته. یعنی در حقیقت 40 روز بعد از هفته تیر ایشون رو به طور خاص برنامه ریزی کردند و در مقابل منزلش با اون صحنه‌ای که ساختند 60 گلوله به سوی او شلیک کرد. چرا شهید باید تروش؟ خب میبینی که تو بایستی بجنگی ولی از خود تنها باید دفاع کنی. مرحوم آیت یه نمونه از اینه. خود ای آقایون میدونستن که این چقدر دشمن داره ولی هیچ حفاظتی بدون رودرواسی از ایشون نشد. حتی ماشینی که به درد بخوره که بعضی از آقایون ضد گلوله داشتن، ایشون ماشین پیکان شخصی خودش رو سوار میشد، یه راننده در اختیارش گذاشته بودن که 2 روز جلوترش عوضش کردن. و جالب این است که در اون لحظه ای که ایشون رو گلوله بارون کردن، راننده یا اون به اصطلاح محافظ تو ماشین نبود. حالا به چه علت من این سیاست سیستم های جاسوسی خارجی اینی که مغزهای بزرگ و اندیشمند رو از یک ملت بگیره، یک ملت رو توهی مغز کنه تا بعد بتونه درونش نفوذ کنه، بعد بتونه انقلابش رو منحرف کنه. همون روزی هم که ترور شد خانومش نقل میکرد که 3 روز بود مریض بود و تب داشت. اون روز پاشد مقدار کاغذ ماغذ ها جمع و جور کرد و پوشه ای رو برداشته بود، میخواست بره مجلس صحبت بکنه از راجع به وزارت امور خارجه ایشون. بعد خانومش گفت که ما بهش گفتیم خب تو مریضی نرو. گفت که نه، من امروز بایستی برم، بالاخره سرنوشت انقلاب معلوم بشه. خانومش خانوادش هم میگن که آمدن پرونده را بردن، اصلا سربنیس شد، معلوم شد پرونده را کی برد، چه اسراری در اون پرونده وجود داشت. کیف که نبود، یه پوشه بود. گفتن پوشه وقتی عرض شد که شهید شد، پوشه ما دیدیم دیگه نیست. اصلا اون اسناد چرا سر به نیست کردن؟ چرا از به چرا 65 تا گلوله زدن به این بنده خدا؟ 65 تا گلوله شوخی نیست. هیچ کس به قدر آیت گلوله نخورده، با هیچ کس به قدر آیت اینقدر کینه نداشتن اینا. پیداست دیگه، بقیه با خداست. من قاطعانه معتقدم که آیت رو قبل از اینکه جسمش رو ترور کنن، شخصیتش رو سعی کردن ترور کنن با کمال وقاحت و بیشرمی. اما در این حال من به طور قطعی نمیتونم بگم اون روز شهادت که ایشون میخواسته بره به مجلس چه اسنادی رو در اختیار داشته و آیا اصلا اسنادی داشته یا نداشته، چون اطلاعاتی در این زمینه ندارم. اون مرحوم معتقد بود که یه مدارکی دارد، اون مدارک از بین رفت. بنده هم الان چیزی در دست ندارم که واقعا بتونم بذارم روی میز دادگاه بگم آقا این. نکته بسیار مهم اینه که چه کسی آیت رو ترور کرد؟ او لیست فراماسون ها رو میدونست، اطلاعاتی از فراماسون ها و عوامل جاسوسی بیگانه داشت و گاه و بیگاه مستقیم یا غیر مستقیم یا در محافل خصوصی میگفت و اینها بسیار برای سیستم جاسوسی خارجی سنگین بود. در مراسم خاک سپاری شهید آیت در بهشت زهرا یک سخنرانی کردم و گفتم این کار کار منافقین نیست، کار مجاهدین نیست، این یک قتل سفارشیه. آیت این اسرار رو فاش می کرد و این جرم بسیار سنگینی بود،
جرم نابخشودنی بود. بعضی وقتا میشه زودتر از دیگرون فهمیدن هر چیزی که غرامت داره، غرامتش هم در حد جان است. به نظر من فراماسون ها یکی از مهمترین عوامل بودن برای اینکه مرحوم شهید آیت افشا کننده فراماسون ها بوده. اسناد حاکی است که برای این است که دستور ترور آیت را خود بنی‌صدر به منافقین داده. من نه اطلاع اینجوری ندارم و اصولا سیستم بنی‌صدر و روحیه‌اش را می‌شناسم. اهل این که لیست ترور داشته باشه و لیست چی، اصلا روحیه‌اش اینجوری نبود. اینقدر از خون و خونریزی دست به جدا بود و کنار بود که خدا منه خیلی محتاط بود روحیتن. اصلا ظاهر قضیه این بود که گفتن یه گروهکی از گروه مجاهدین این کار کردن. اونتا هر کی اون موقع ها کشته میشد، مجاهدین برای اینکه والا رو خودشون بالا ببرن هم دستگاه میگفت مجاهدین کردن و هم مجاهدین سکوت میکردن. کسانی که آیت رو ترور کردن، این افراد وابسته به سازمان مجاهدین یقینا نبودن. ما وقوف نمیتونیم بکنیم روی اون چیزی که علم بهش نداریم. علیرضا من از هر گونه گمان زنی پرهیز دارم. تا یه حدی باید بگیم بنی صدر انتقام گرفت، چون کارگردانی عزل بنی صدر رو شهید آیت انجام داد. اما جریانی که به هر حال به تدریج قدرت رو به دست گرفت، یعنی جریان میرحسین موسوی و بهزاد نبوی و گروه‌های زیادی که به هر حال در اطراف این جریان حضور پیدا کردن، اینا زینف این ترور بودن. حسین موسوی با همون روحیتن اصلا اهل این که کسی رو ترور بکنه، برنامه ریزی بکنه، با ترور فیزیکی مخالفش رو از دلش برداره، مطلقا در روحیه‌اش نیست. حتما اینا از ذهنتون خارج کنه. گفتم مجموعه کسانی که از ترور شاید آیت ناراحت نبودن، شاید اینکه آقای موسوی بوده، اما این معنیش این نیست که ایشون موافق ترور بود. آیت در تعارض مستقیم با گروه مجاهدین نبود در اون زمان، چون آیت نقش اپوزیسیون رو بازی میکرد. اپوزیسیون بنی صدر، اپوزیسیون میرحسین موسوی که در واقع در آستانه قدرت بود. بنابراین یک گروه اپوزیسیون، چون مجاهدین خودشون رو در واقع گروه معترض می‌دونستن، آیت هم در واقع در نقش اپوزیسیون بود. یک گروه اپوزیسیون اساساً نفعی نداره که یک گروه دیگه اپوزیسیون رو ترور کنه و از صحنه خارج کنه. عواملی بودن که میدونستن اگر آیت زنده باقی بمانه خطر بزرگی در آینده برای اونها میشه، بنابراین بایستی این خطر رو از بین میبردن. وجود آیت رو برای آینده حضورشون در ایران خطر تلقی میکردن، همونطور که آیت تونست بنی صدر رو از صحنه سیاسی خارج کنه. و این جریان سیاسی وابسته به بیگانه گام به گام در کشور ما وارد عرصه قدرت شد و توانستن قدرت رو سرانجام به دست بگیرن. ترور شهید آیت به نظرم یک پروژه پیچیده است، پروژه‌ای که سرنخش به سازمان سیا، به انتلیجنس سرویس و به فراماسون‌ها برمیگرده. ولی به باور من این پرونده باید مفتوح بمونه تا یه زمانی بالاخره اطلاعات از جنبه از جهات مختلف به دست بیاد، که باید وزارت اطلاعات بر روی مطالعه کنه و با این اظهار نظرها و تحلیل‌های سیاسی ساده نمیشه راجع به اظهار نظر کرد. یک سیاست‌هایی که پشت این جریان بودند، اینها باید شناسایی بشه. این چیزی نیست که ما اینطوری تحلیل کنیم. این جا داره خود وزارت اطلاعات یک مطالعات اطلاعاتی وسیع بکنه تا به حقیقت قضیه برسه. هرچی بود شاید آیت بسیار نترس بود، حتی در حال در حد تهور، یعنی بیباک بود. همین بیباکی کار دستش داشت. اگه کسی نمیتونه تشخیص بده، گناه اون که تشخیص میده دیگه. اون که تشخیص میده باید ترور بشه.
باید مجازات بشه. حتی وقتی که شهید شد یه تسلیت نگفتم. مرحوم آیش یه تسلیت بزرگان نگفتم. چی میخوای بگیم؟ حالا میگم من ما مخالف. اینقدر هشدار داده شد، هشدار داده شد، فکر کس گوش نداد. گفت اون یار که از اون گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار میدان. شهید دیگری که در همین روزها سالگرد شهادت اوست، شهید آیت هست که از چهره های مبارز و شجاع بود و در یک برهه حساسی آزمایش خوبی رو در این انقلاب نشون داد. رحمت و مغفرت الهی رو برای اون شهید هم آرزو می کنم.